سلام خدمت بچه های خوب سال نهمی، چطوری؟ چه خبر؟ بایستون تو بچه ها بیان. سلام، چطوری بچه ها؟ سلام، چطورین؟ بچه های قدیمی، رفیقای صمیمی، سلام، ارشیا، خانم زکیه و ستایش جدید اسمشون، نمیدونم فکر کنم جلسه اوله با من هستید یا نه. بایستین تو همه بیان. دومین بار. خیلی خوب، چون زیاد وقت نداریم سریع بریم سراغ اصل ماجرا. بچه اول همه کتابا رو باز بکنین، من سوالای مهم رو بگم، علامت بزنین همه کتابا باز، بعد میخوایم بریم واسه حل نمونه سوال. یک ساعت و نیمی با هم نمونه سوال حل کنیم. اول اینا رو علامت بزنیم بچه ها، خیالمون راحت بشه. این سوالایی که میگم رو به طور ویژه میخونیم، اوکی؟ ویژه. همه آماده این؟ یا آماده بدیم ببینم اوکی این یا خوابیم. بودو مبینا، بودو عرشی ها، بودو بینم. خب گفتم ها، صفحه همه بیارن کتابو، میتونی علامت بزنی، میتونی تو دفتر بنویسی. صفحه 5 تمرین 1 علامت بزن یا بنویس. صفحه 5 تمرین 1. اینایی که میگم و پس قرار شد ویژه بخونی. صفحه 8 کار در کلاس 2. صفحه 8 کار در کلاس 2. صفحه 10 همه بنویسن. صفحه 10 تمرین 1 و 3. صفحه 10 تمرین 1 و 3. صفحه 13 کار در کلاس 1. صفحه 13 کار در کلاس 1. صفحه 14 تمرین 1 و 4 بسیار مهم. صفحه 14 تمرین 1 و 4 بسیار مهم. صفحه 17 4 تا سوال یکی از یکی مهمتر. صفحه 17 تمرین 1 2 3 4، همیشه یه دونه از این سوالای احتمالی داری. میایم جلوتر. صفحه 22 کار در کلاس بالای صفحه.
صفحه 22 کار در کلاس بالای صفحه. این قبلیش هم نگفتم یادم رفت. اینم بنویس. صفحه 20 صفحه 20 کار در کلاس 1 و 2. صفحه 20 کار در کلاس 1 و 2. صفحه 24 کار در کلاس وسط صفحه. صفحه 25 کار در کلاس 1 و 2. صفحه 26 فعالیت وسط صفحه، بسیار مهم. صفحه 27 تمرین 3، بسیار مهم. صفحه 31 تمرین 1 و 6 و 5، بسیار مهم. 1 و 6 و 5. بچه ها فصل 3 رو فعلا بیارید این صفحه که میگم، بعد میگم چی به چیه. میایم جلو، بیایم تا صفحه 57. صفحه 57 رو بیارین. تمرین 1 2 3 4 5 6. میره بقیه صفحه بعدش. بسیار مهمن، خیلی خیلی مهمن. بیان جلو، بیان جلو. رسیدیم به صفحه 64 تمرین 10. صفحه 64 تمرین 10. صفحه 66 کار در کلاس 1 سوالته. نماد علمی همیشه سواله. صفحه 66 کار در کلاس 1. صفحه 67 تمرین 1 3 4 6. صفحه 67 تمرین 1 3 4 6 خیلی مهمه. صفحه 69 کار در کلاس 3، بسیار مهم. صفحه 72 سوال 8 و 10، بسیار مهم. صفحه 75 کار در کلاس بالای صفحه، بسیار مهم. آقا اینا رو جدی بگیرا. صفحه 76 تمرین 1 و 2، بسیار مهم. صفحه 77 سوال 8، بسیار مهم. خب پس آخری شد صفحه 77 سوال 8. رسیدیم به سر فصل 5. بچه ها سر فصل 5. فصل 3 خوب گوش بدین. فصل 3 بچه ها که هندستونه کلن 20 تا تمرین داره، هر سال یه دونش میاد. یعنی از این 20 تا هیچ وقت هیچ کدوم اون یکی اولویت نداره. درست شد؟ آقای عرشیا سوالا امتحان نهاییه. اینجوری نیست که هر معلمی سوال خودشو داشته باشه. شما باید کل کتاب رو بلد باشید. کل کتاب رو باید بلد باشید. اینایی که دارن بچه ها از تیر زحمت کشیدن سر کلاس اومدن. الان بچه‌هایی که سر کلاس هستن تک تکتون ان شاءالله 20 شدیم به هم خبرش رو بدید. توی یه شب که نمیشه خوند. اینایی که دارم میگم سوالای مهمیه که باید بیشتر روش فوکوس کنیم. پس بچه ها فصل 3 رو گفتم.
از این 20 تا سوال هر سال یکیشو میدن. این دیگه بستگی داره ببینیم که شانستون چی میگه. پس وقت بذار سوالای فصل 3 هندسه رو حتما حل بکن 20 تاشو. بعد حالا یه چیزای دیگه هم خواهم گفت مهمه. بریم. بریم بچه‌ها فصل 5 صفحه‌ای که میگم. فصل 5 حتما اینا رو بخون. صفحه 88 فعالیت 2. صفحه 88 هرچی چی میگی؟ دیوانه شدی؟ چی میگی؟ نفهمیدم. بله شیدا، اینا همون چیزایی که تو جزوه است. همه اینا رو در طول سال کار کردم باهاتون. هیچ چیز جدیدی نیست. همش تو جزوهتون هست. صفحه 89 تمرین 3 بسیار مهم. تمرین 1 واسه همیشه سوال هستن. تمرین 1 واسه همیشه سواله. خیلی مهمه. صفحه بچه‌ها 93 صفحه 93 تمرین 3 4 و 6 تمرین 3 4 و 6 بسیار مهمه. خب پس گوش بده هر چیه دیگه. چی میگی؟ بنویس اینایی که میگم و دیگه. بریم فصل ششم. بریم فصل ششم، فصلی که معادله خط خیلی مهمه. صفحه 100 تمرین پایین صفحه. صفحه 100 تمرین پایین صفحه خیلی مهمه. صفحه بیان جلو بیان جلو. صفحه 106 کار در کلاس 1 2 3 با تمرین 1 2 3 خیلی مهمه. خیلی مهمه. میایم جلو میایم جلو میایم جلو. صفحه 112 بچه‌ها 112 کار در کلاس بالای صفحه بسیار مهم. تمرین 1 و 2 و 7 1 2 7 خیلی خفنن مهمه. اومدیم فصل 7 صفحه 115 از اون کار در کلاس بالای صفحه همیشه سوال داریم. صفحه 115 از کار در کلاس بالای صفحه همیشه سوال داریم. صفحه 117 تمرین 1 همیشه ازش سوال داریم. صفحه 117 تمرین 1 همیشه ازش سواله. صفحه 120 کار در کلاس بالای صفحه همیشه یه دونه از این ضربا سواله. همیشه یه دونه از این ضربا سوال داریم. صفحه 121 کار در کلاس بالای صفحه همیشه یه سوال داریم ازش. دارم لو میدم همه چیو. صفحه 123 بچه ها. صفحه 123 تمرین 1 و 2 همیشه سوال از اینا. خیلی مهمه. تمرین 1 و 2. بعد دیگه میایم جلو میایم جلو تا صفحه 129 تمرین 1 2 3 4 تمرین 1 2 3 4 صفحه 129 خیلی خفنه. صفحه 133 بچه ها کار در کلاس 1 و 2 صفحه 133 کار در کلاس 1 و 2 صفحه 134 تمرین 2 و 3 تمرین 2 و 3 میایم جلو میایم اینا دیگه مهم نیستش. تا صفحه 139 کار در کلاس بسیار مهمه. تمرین 1 2 3 خیلی خیلی مهم.
صفحه 139 تمرین 1 2 3. صفحه 141 کار در کلاس 2 و فعالیت 1 و 2 خیلی مهم. صفحه 142 کار در کلاس بالای صفحه بسیار مهم. آقا یه جنبندی کنم دیگه برم سراغ نمونه سوال حل کردن، اونایی که حتمی ازش سوال داری، حتمی فرشنبه است دیگه ها، حتمی سواله. خب پس چی شد آقا؟ رو این تمرینه که گفتم زوم بیشتری انجام بده. وقتی مفهوم ها رو مسلط شدی، این تمرینه که گفتم بسیار مهم بودن. دوستانی که اسفندیار خریدن و حل کردن که دمشون گرم، کسایی که اسفندیار نخریدن حتما حتما همین الان زنگ بزنن به بانک کتاب. الان صدا اوکیه شیدا؟ از اینجا صدا میاد الان اوکی؟ همه بچه صدا میشنوین؟ نه آرمیتا، عددها عین کتاب نیست. ممکنه خیلی از سوالها عین کتاب باشه، ولی معمولا عددها دیگه عوض میشه. خب بچه های خوب، پس گفتم زنگ بزنیم به بانک کتاب، حتما اسفندیار رو تهیه کنید، حلش کنید و اون موقع حالش رو میبرید. میریم ببینید همش هموناست. حتما این کار رو انجام بدیم. بریم بنویس نمونه سوالای نمونه سوالهای مهم برای امتحان خرداد. همه بنویسن نمونه سوالات مهم از صفحه 139. دوباره بگم شیدا بنویس صفحه 139 گفتم کار در کلاس وسط صفحه تمرین 1 2 3. بعد اومدیم صفحه 141 کار در کلاس 1 و 2 با فعالیت 1 و 2. صفحه 142 هم کار در کلاس بالای صفحه. آرار میتا راست میگی، انقدر سرم الان شلوغه باور کن، ولی حتما این کار رو انجام میدیم. حتما میگم که بهتون اطلاع رسانیش رو انجام بدم، ولی انقدر سرم شلوغه، منتظرم خرداد شما امتحانا رو بدین. خب تموم که شد دیگه، یه ذره فراغ بال داشتیم و دیگه برنامه فشرده نبود، حتما یه روز قرار میذارم دوستانی که خواستن بیاین و همو ببینیم ایشالله. حتما این کار رو میکنم. با نمره 20تون بیاین حال کنیم. سوال 1 بچه ها، سوالایی که امروز میگم خیلی مهمن و حتما تو امتحان داریمشون. سوال 1 تقسیم زیر را انجام دهید. بچه ها حتما 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 یه تقسیم داریم، 2x منهای 4x2 به اضافه x منهای 1 تقسیم بر x منهای 1. همه نگاه کنن یه بار، میگه هر کدوم یه دونه باید حل کنم ها، چون خیلی مبحث داریم. بریم بچه اینو حل بکنیم. چجوری بود حل اینا؟ میگفتیم یه بار توضیح میدم ها، حواسا همه جمع. جمله اول چیه؟ 2x. میریم تقسیمش میکنیم به جمله اول اینجا، یعنی x. x1 با x بره یه 2x2 میمونه. 2x2 رو میذارم اینجا. دوباره 2x2 ضرب در x میشه 2x3. 2x2 ضرب در منفی 1 میشه منفی 2x2. مثبت میشه منفی، منفیه میشه مثبت. این با این خدافظ. منفی 4x2 به اضافه 2x2 بچه ها میشه منفی 2x2. بعدی میاد پایین دوباره گنده این ور کیه؟ منفی 2x2. گنده اینجا کی بود؟ x. 200 تا مثال تو کلاس حل کردم ازش. این با این میره میشه منفی 2x. اینم منفی 2x. ضرب کن. منفی 2x ضرب در x میشه منفی 2x2.
منفی 2x ضرب در منفی 1 میشه مثبت 2x. حالا علامت ها رو باز عوض کن. منفی میشه مثبت، مثبت میشه منفی. دوباره این با این خداحافظ. منفی 2x به اضافه x میشه منفی x. آقا بعدی رو بیار پایین. دوباره گنده این ور کیه؟ منفی x. گنده اینجا کی بود؟ x. این با این بره میشه منفی 1. دوباره منفی 1 ضرب در x منفی x، منفی 1 ضرب در منفی 1 مثبت 1. علامت ها عوض، این میشه مثبت، این میشه منفی. دوباره این با این میره، منفی 1 با منفی 1 جواب منفی 2. آقا دارم سوالا رو میگم ها، یه دونه حتما از این تقسیم ها تو امتحانتون هست، حتما. امروز کسایی که گوش میدن یه سری از سوالا رو اصلا من دارم حل میکنم. زود تون سری بنویس. خب بریم سوال دو. پس یکی از سوالای حتمی رو گفتم. سوال دو حتما سواله. سوال دوم زکیه چی میگه؟ من ترم اول کلاس شب امتحانی شما رو دیدم، دقیقا همون سوالا اومد. لطف داری، لطف 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 داری. خب بچه ها سوال دو که حتمیه. بنویس حاصل عبارت زیر را به دست آورید. حاصل عبارت زیر را به دست آورید. با من بنویس حاصلشو. میاد میگه x منهای 6 بر روی x2 منهای 12x به اضافه 36 تقسیم بر x2 به اضافه 7x به اضافه 12 x2 منهای 3x منهای 18. ستایش هم میگه منم استاد شب امتحانی شما دیدم 20 شدم. باری کلا بهتون. آقا دارم سوال رو لو میدم، سوال دو رو دارم لو میدم. آقا حتما تقسیم دو کسر یا ضرب دو کسر سوالته. حالا میری میبینی دیگه، دارم لو میدم. ضرب دو کسر یا تقسیم دو کسر سواله. روش آقا کسر اول رو تجزیهش کنین، این که دیگه خودشه. بچه ها پایین ستیک کسر اینو بریم تجزیه کنیم، دو تا عدد بعد بگیم ضربش بشه 36 جمعش بشه منفی 12 میشه منفی 6 و منفی 6 تقسیم میشه ضرب. بچه ها همیشه باید وقتی تقسیم میشه ضرب اینو همه بلدن، مخرج بره تو صورت، صورت بیاد تو مخرج. بچه ها این بره تو صورت تجزیهش هم بکنین، دو تا عدد بگین ضربش بشه منفی 18 جمعش بشه منفی 3. منتظرم دو تا عدد بگین ببینم. دو تا عدد بگین ببینم، شما بگین. دو تا عدد بگین ضربش بشه منفی 18 جمعش بشه منفی 3. آفرین آفرین بچه ها درست گفتن، منفی 6 و مثبت 3. مرسی. اونم بالا بیاد پایین
دوباره اینجوری، دو تا عدد بگین ضربش بشه 12 جمعش 7، 3 و 4. بچه ها بعد شروع میکنیم ساده کردن. نگاه کن گلابیو، یک سمن های 6 با یه دونه رفت، یه دونه دوباره از پایینا با این رفت، دوباره یه دونه از اینا با این رفت، بالا همه رفتن، یعنی موند 1. پایین هم همه و تو هم ضرب شن، اینا که یکه هیچی، فقط موند همین. جواب 1 بر روی x به اضافه 4. یکی از سوالات امتحانته، ضرب دوتا کسر. ضرب دوتا کسر جفتشونو هر چی بده تجزیه میکنی، بعد شروع میکنی به ساده کردنش. زود تون سریع عکستو بگی برم سوال 3. دارم سوالای حتمی رو فعلا میگم ها، که حتمی ازش سوال داری. خانمون به من سلام عرض ادب، خسته نباشید. ببخشید من سر کلاس هستم، من دفتر برنامه‌ریزی تو ماشینه، اگر اجازه میدی کلاس که تموم شد برم حتما تو شب باهاتون هماهنگ بشم. خبرش رو میدم، بازم عذرخواهی میکنم ازتون، دستتون درد نکنه. سوال 3، حاصل عبارت زیر را به دست آورید. حاصل عبارت زیر را به دست آورید. همه بنویسن، همه. صورت سوال رو بچه با من بنویسیم. صورتش رو بنویسیم با هم. گفته آدو منهای 20 بر روی آدو منهای 4 به اضافه آ منهای 2 بر روی آ به اضافه 2. آقا حتما سواله، دو تا کسر میده وسطش جمع و منها، سواله. شد سومین سوالی که لو دادم. آقا بریم حلش. بچه ها حلش چجوریه؟ میگه اولا بعد مخرجا تجزیه شن، این که تجزیه نمیشه میشه خودش، این مزدوجه حتما باز بشه میشه آی منهای 2 در آی به اضافه 2. تا اینجا اوکی. بعد بهت سر کلاس روش سلف سرویس یاد دادم. یعنی چی؟ گفتم از هر کدوم یه دونه وردار، یه دونه آی منهای 2 وردار، یه دونه آی به اضافه 2 وردار، دیگه اینو بر ندار. چرا؟ چون یه دونه ازش داری دیگه، تموم شد. بعد از خودت سوال میپرسیدی، ببینم یادته، از خودت سوال میپرسیدی، میگفتی این شده این، چی بهش اضافه شده؟ هیچی، این همین اینه دیگه، یعنی ضرب در 1 شده، پس صورتش هم باید ضرب در 1 شه. بچه ها آدو منهای 20 ضرب در 1 شه میشه همون آدو منهای 20 به اضافه. نوبت اینه، اینو شما بگین. آقا آی به اضافه 2 شده این، چی بهش اضافه شده؟ آی منهای 2. پس اگر پایین داره ضرب میشه در آی منهای 2، بالا هم باید ضرب بشه در آی منهای 2. بچه ها آی منهای 2 در آی منهای 2 اتحاد مربع کامله دیگه، میشه به توان 2. به توان برسون، اولی به توان 2، دومی هم به توان 2، دو برابر اولی در دومی. چی شد بالا؟ آدو با آدو میشه 2 آدو، یه دونه منفی 4 آ دارم، منفی 20 با 4 میشه منفی 16، پایینم که هست آی منهای 2. سوال تموم شد. ببین بچه ها میتونی ساده ترشم بکنی یا نه؟
مثلا بریم اگه دو اینم فاکتور بگیر بشه آدو منهای دو آه منهای هشت. حالا ببین باز این بازتر میشه بچه ها، ببین شاید بازتر بشه. این دو رو بذار، دو تا عدد بگیم ببینم میتونه ضربش بشه منفی هشت جمعش منفی دو. آره منفی چهار و مثبت دو. پایینم که بود آه منهای دو در آه به اضافه دو، آه به اضافه دو با آه به اضافه دو میره. چی موند؟ یه آه منهای دو پایین موند، یه دو آه منهای هشت بالا موند. این شد جواب آخر. آقا مخرج مشترک سواله، حتما جمع و منهای کسر میاد. عکس تو بگیر برم سراغ سوال چهار. بریم سراغ سوال چهار. عبارات زیر همه بنویسن. عبارات زیر مبینه تا ته تهش باید بری، تا هر چقدر میشه ساده شه باید بری. عبارات زیر به ازای چه مقادیری تعریف نشده هستند؟ سوال حتمی امتحانته. عبارات زیر به ازای چه مقادیری تعریف نشده هستند؟ با من بنویس. میگه 3x بر روی x2 منهای 4، 5x بر روی x2 منهای 4x به اضافه 3، 8x بر روی x2 به اضافه 4. سه تا مثال. این عبارات تعریف نشده همیشه سواله. بچه ها گفتم هر موقع یه سری کسر بده بگه به ازای چه مقادیری تعریف نشده، شما باید چیکار بکنی؟ میری مخرجش رو مساوی صفر میذاری. تموم شد. میشه اینو باز کنی؟ بچه ها مزدوجه نه؟ میشه x منهای دو x به اضافه دو. بگین یه بار این پرانتز صفره، اگه x منهای دو صفر باشه x بوده دو. یه بار این یکی صفره، این مساوی صفر باشه x میشه منفی دو. خدا حافظ. اینو بگین شما. سریع مخرج و مساوی صفر بذار. آقا این مخرج باید مساوی صفر باشه. دوباره اینجوری میشه گفت. بچه ها دو تا عدد بگین ضربش بشه سه جمعش بشه منفی چهار. منفی یک با منفی سه. یه بار این صفره، x منهای یک صفر باشه x میشود یک. x منهای سه صفر باشه x میشود سه. تمام. نوبت آخریه. بچه آخریه دقت کنید. x دو به اضافه چهار مساوی صفر. بچه ها جمع نگی مزدوجه. چهار رو بندازم اونور x دو میشه منفی چهار. بچه ها چه عددی به توان دو میشه منفی چهار؟ هیچ عددی. یعنی جواب ندارد. بچه ها اگر احیانی تو امتحان جواب نداشت بعد یه جمله واسش بنویسی. چیه جملهش؟ میگی به ازای همه مقادیر تعریف شده. یعنی هیچکی نمیتونه اینو اذیتش کنه بکنتش تعریف نشده. هر چی توش بندازیم این تعریف شده هست. پس یکی از سوالای امتحان اینه، فقط کافیه مخرجا رو مساوی صفر بذاری جوابات پیدا شه. اونا دشمنن. جوابایی که پیدا میشن دشمن ما هن. اینم از سوال چهار. عکس تو بگیر بریم سوال پنج.
آجی ببینید 206 هم واسه احوال بهتر کنید. خب بریم سراغ سوال پنجم. همه بنویسن معادل خطی بنویسید که، آقا معادل خطی بنویسید که سواله، معادل خطی بنویسید که از نقطه آب مختصات، بچه اینا 200 تا تو دفتر حل کردیم، از نقطه آب مختصات 2 و 3 بگذرد و موازی خط 2x منهای 2y مساوی 4 باشد. معادل خطی بنویسید که سواله، سوال پنجمی ما. معادل خطی گفته بنویسید که از این نقطه بگذره و با این موازی باشه. خوب گوش بده روشو چی میخوام بگم. آقا گفتم وقتی میگه معادل خط بنویس، شما باید دو تا چیز داشته باشی، نقطه شیب. اول بسم الله همش باید اینو بگی، نقطه شیب. نقطه رو که داده ولی شیب رو نداده. وقتی میگه موازی فلان خط، اول میرفتیم خط رو استاندارد میکردیم، همه یادتونه، ایگرگا یه بر، بقیه رو بریز یه بر، منفی 2y رو نگه داریم بچه ها، اینو شوت کنم اونور میشه منفی 2x به اضافه 4، همه رو تقسیم بر منفی 2 کنم، اینم تقسیم بر منفی 2 میشه x، اینم تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 2. آقا ایگرگ تنها شد. حالا که تنها شد میبینی کی به ایکس چسبیده. بچه ها ضریب ایکس چنده؟ 1. وقتی ضریب ایکس 1 یعنی شیب ما یعنی آ پیدا شد. هورا هورا شیب پیدا شد. حالا دوباره بازی تازه شروع شد. پس شیبو دارم، نخترم دارم. گام بندیمون چجوری بود بچه ها؟ فرمولمون بود ایگرگ مساوی AX به اضافه B، ایگرگش 3، A شد 1، ایکسش هم شد 2، اینم B. 2 1 2 تا بره اونور 3 منهای 2 میشه 1. گفتم بعد از اینکه B پیدا شد دوباره فرمول رو بنویس، فقط جای A و B رو پر کن. میشه پر کنین؟ میشه ایگرگ مساوی 1x، بی هم که 1ه. این میشه جواب ما. آقای جانسوی یه بار دیگه میگی؟ بله. اولش میری خطتو استاندارد میکنی، اونی که به x چسبیده شیبه، شیبو که داشتی، نخترم که داشتی، میری میندازی تو فرمول بی پیداشه. همیشه همینه ها، بی که پیدا شد دوباره فرمول رو می نویسی، جای آ و بی رو پر می کنی. تمام. این هم از سوال 5، سوال حتمی معادل خط. عکس تو بگیر تا برم بعدی. Thank you.
سوال پنجه حتمی هم دیدیم. بریم شیش. همه بنویسن شیش. بله واسه دهم توضیح میدم بعد چیکار کنیم. فعلا سوالا رو بنویسین. کلی نمونه سوال حل کنیم. نیم ساعت 40 دقیقه دیگه وقت داریم. نمونه سوال حل کنیم. سوال 6. بچه ها حتما دستگاه سواله. حتما دستگاه سواله. با من بنویس. همه با من بنویسن. دستگاه معادله خطی زیر را حل کنید. دستگاه معادله خطی زیر را حل کنید. x منهای 3 y شده 7. 2x منهای 7 y شده 15. سوال شماره 6 حتمی امتحان. دستگاه حل کردن حتما ازش سوال داریم. حتما. گوش بده آقا، کاری که انجام میدیم چیه؟ گفتم باید یا ایکس ها یا ایگرگ ها از بین برن. به عشق خودت، من دوست دارم گیر بدم الان به ایکس ها، چون ضریباشون رفیق همن. ضریبش این یکه، این دوه. این ضرب در دو بشه میشه این دیگه. کافیه ببینی چجوری میتونی ایکس ها رو از بین ببری. بهت روش یاد دادم. گفتم چی؟ دستتو بذار رو اونی که کمتره، بعد بگو 2x با چی از بین میره. بچه ها 2x با قرینه خودش از بین میره، یعنی با منفی 2. درسته؟ 2x با منفی 2x از بین میره، ولی ما بالا x داریم، پس میرم بالا رو توی منفی 2 ضرب میکنم. میشه ضرب کنین؟ همش رو تو منفی 2 ضرب کنین، میشه منفی 2x به اضافه 6y منفی 14 پایین. 2x منهای 7y هم شده 15. حالا این با این رفت، 6y با منفی 7y میشه منفی y، 15 منهای 14 میشه 1. اگه منفی y شده 1، پس y چند بوده؟ منفی 1. آقا y پیدا شد. ایگرگ که پیدا شد، بچه ها یکیشو به انتخاب خودتون، مثلا بالایی، بالایی میگفت ایکس منهای سه ایگرگ هفته دیگه. ایگرگت که شده منفی یک رو بنداز این تو، منفی یک ضرب در منفی سه میشه سه، پس ایکس چند بوده؟ چهار. یعنی نقطه شما ایکسش چهار بوده، ایگرگش منفی یک. این میشه نتیجه این دستگاه. سوال حتمی امتحان شنبه، دستگاه معادله خطی، یا ایکس یا ایگرگ ها رو از بین میبری و تمام. خدا نگهدار. بریم سوال هفت. بجم سوال هفت. نامعادلات زیر را حل کنید.
نامعادلات زیر را حل کنید. بچه ها سوال حتمی امتحانه. بریم سوال هفتم. نامعادله سوال حتمی امتحانه. هفت. با من بنویس سوالو. منفی دو منهای ایکس چهارم کوچکتر مساوی یک به اضافه ایکس سوم. میگه اینو حل کن. خوب به من گوش بده. آقا اولین کاری که انجام میدی وقتی نامعادلت کسریه باید بری کلشو تو مخرج مشترک ضرب کنی. بچه ها مخرج مشترک یک و چهار و سه قبول دارین دوازده دیگه؟ مخرج مشترک یک و چهار و سه دوازده. دوازده شروع میکنه حمله. دوازده حمله کنه به منفی دو میشه منفی بیست و چهار. دوازده حمله کنه به این چهار با دوازده ساده میشه میشه سه. سه ضرب در ایکس میشه منفی سه ایکس. دوازده به این حمله کنه سه با دوازده میره میشه چهار. چهار یکی چهار تا چهار ایکس تام که میشه چهار ایکس تا. ببین مخرج رو از بین رفت. حالا ایکس ها یه ور عدد ها یه ور. اینجا منفی سه ایکس رو دارم. چهار ایکس هم بیاد این ور میشه منفی چهار ایکس. منفی 24 بره اونور میشه مثبت 24. منفی 3x با منفی 4x میشه منفی 7x. اینم میشه 28. بچه ها ضریب x منفی 7. باید برم دو طرف رو تقسیم بر منفی 7 کنم. این ور تقسیم بر 7 منفی 7 میشه x. این ور تقسیم بر منفی 7 میشه منفی 4. فقط نامعادله وقتی بر عدد منفی تقسیم میشه بچه ها علامت میچرخه. شد ایکسای بزرگتر مساوی منفی چهار. بعد میگه اینو رو نمودارم نشون بده. بچه ها منفی چهار اینجاست. چون مساوی داره دایره ی توپر. چون گفته بزرگتر میری راست. اگه در اومده بود کوچیکتر میرفتی چپ. اینم از نمودارش که برامون کشید. گلابی سوال حتمی امتحان نامعادله. هفت سوال قطعی گفتم تا الان. هفت قطعی گفتم. عکس تو بگیر بریم هشت. سوال هشتم سوال حتمی امتحان. سوال هشت سوال حتمی امتحان. هشت. حاصل اتحادهای زیر را به دست آورید. حتما اتحادها سواله. حاصل اتحادهای زیر را به دست آورید. با من بنویس اینا رو. مزدوج یک جمله مشترک نه چیا مبینا ضرب انجام میدیم. اون ضرب در دوازده رو انجام میدیم که مخرج ها از بین بره. اولین کار در حل نامعادلات کسری اینه که مخرجمون از بین بره. بچه ها بریم اینو حل کنیم با هم. اتحاد هاست. یه مرور بشه. بچه ها اتحاد مربع. چی بود اتحاد مربع؟ میگفتیم اولی به توان دو. بچه ها مثبت دو ایکس به توان دو برسه میشه مثبت چار ایکس دو. دومی به توان دو. منفی سه به توان دو برسه میشه مثبت نو. حالا دو برابر اولی در دومی. بچه ها دو برابر دو ایکس میشه چار ایکس.
4 ایکس ضرب در منفی 3 میشه منفی 12 ایکس. اولی به توان 2، دومی به توان 2، دو برابر اولی ضرب در دومی، همیشه میاد. بچه ها مزدوج، مزدوج چی بود؟ اولیا عین همان، دومیا قرینن. میشد اولی به توان 2 همیشه منها، دومی هم به توان 2. تمام؟ بالایی بود یک جمله مشترک، چی بود بچه ها؟ میگفت جمله مشترک به توان 2 میشه 4x2. بعد جمع نخودیا مثبت 3 با منفی 5 جمع بشه میشه منفی 2، ضرب در اونی که مشترک بشه میشه منفی 4x، مثبت 3 هم ضرب در منفی 5 میشه ضربشون منفی 15. تموم شد. خیلی گلابی، اونی که مشترک به توان 2، جمع نخودیا ضرب در اونی که مشترکه، بعد میگی ضرب این نخودیا که میشه منفی 15. بچه ها حتمی یه سوال دیگه رو لو دادم، ها 8 تا سوال تا حالا از امتحانت رو لو دادم. بنویس بریم سوال 9، بنویس بریم سراغ سوال 9. آقا سوال 9، عبارات زیر را تجزیه کنید. سوال حتمی امتحان، عبارات زیر را تجزیه کنید. با من بنویس لطفا. گفته x2 منهای 6x به اضافه 5 x2 منهای 2x منهای 8 25 x2 منهای 4 y2. آقا همیشه تو تجزیه‌ای که تو امتحانه حتما یک جمله مشترک و مزدوج میاد توش. بریم حل کنیم. بچه گفته اینا رو تجزیه کنین، همه تون بلدین اینا رو. باید بگیم دو تا عدد بگیم ضربش بشه 5، جمعش بشه منفی 6. خب منفی 1 و منفی 5 تمام. اینجا دو تا عدد بگیم ضربش بشه منفی 8، جمعش بشه منفی 2، منفی 4 و مثبت 2. این چه گلابیه. اگه دو تیکه بدن، دو تیکه میشه مزدوج. بچه ها 25x2 یعنی اینجا بوده 5x، اینجا هم بوده 5x، یکی مثبت یکی منفی. 4y2 هم یعنی اینجا بوده 2y، این ور بوده منفی 2y، مزدوج. تمام تمام. ممکنه بچه ها فاکتورگیری هم بدن. یعنی چی؟ بگه x3 به اضافه 2x2 به اضافه x. بگه اینو حل کن. گفتم وقتی پایه مشترک میبینی باید بری از یکی از پایه ها فاکتور بگیری. بچه ها از x3 چی میمونه؟ x2 میمونه. از این به اضافه 2x میمونه. از اینم به اضافه x میمونه. به اضافه 1 میمونه. عذرخواهی میکنم. به اضافه 1 میمونه. حالا به این باز میتونی ادامه‌ش هم بدی؟ اینو ببین ستیکه است. میشه بگیم دو تا عدد بگو ضربش بشه 1، جمعش بشه 2. آره 1 و 1. اینم از این تجزیه. حتما یکی از این حالت ها سواله، یک جمله مشترک، مزدوج، فاکتورگیری. اینم بود سوال 9. بریم سوال 10.
سوال ده. چرا شوهر خوردی بابا؟ چی تو بود؟ بعد ازش بچه ها سوال ده. ده تا سوال حتمی گفتم و بچه ها اینایی که میگم حتمی رو خوب بخون. مخرج کسر زیر را گویا کنید. سوال حتمی امتحان. مخرج کسر زیر را گویا کنید. با من بنویس. دو تا سوال نوشتم. آقا اینجا رو نگاه کن. بچه ها یا رادیکالی که بهت میده فرج دوه یا هر چیزی جز دوه. اگر فرج دو بود میری هم صورت هم مخرج رو تو خودش ضرب میکنی. تمام شد سوال. تو صورت و مخرج تو خود رادیکال ضرب میکنم. بالا موند 5 رادیکال 3. رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 میشه 3. 3 دو تام 6 تا. ببین دیگه رادیکال مخرج از بین رفت. تام شد. پس اگر رادیکالت فرج 2 بود در خودش. ولی اگر هر چیزی جز 2 بود 3 5 9 1000 رادیکالو میذاری فرجش هم میذاری ایکسات هم میذاری میری توانو از این کم میکنی. بچه ها یک از سه کم شه میشه دو. هم بالا میذارمش هم پایین. حالا بگو پایین چی میشه؟ رادیکال فرجه سه رو بذار. ایکس یک ضرب در ایکس دو میشه ایکس سه. بالام شد 6 تا از این رادیکالا. حالا این با این خدا حافظ بگو میشه 6 تا رادیکال x2 فرجه 3 بر روی x. یکی از این دو حالت سوال امتحانه. یا فرجه 2 میده یا هر چیزی بجز فرجه 2 که الان گفتم چجوری حل میشه. تمام. شارژر سوال 11. سوال 11. چجوری مخرج چی پرسیده اینو آرمیتا؟ میگه چجوری مخرجش شد 6؟ آرمیتا رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 میشه 3. توش یه 2 هم ضرب بشه میشه 6 دیگه. درسته؟ سوال 11. حاصل عبارات زیر را ساده کنید. حاصل عبارات زیر را ساده کنید. بریم 11. حتمی از این سوال داری باز. حتمی از این سوال داری. بنویس سوالو. رادیکال 72 منهای رادیکال 32
به اضافه رادیکال 18 همیشه جمع و تفریق رادیکال ها سوال پاسابته. عشقم بیا آدم درمت نیست؟ خیلی بگو پرسی نکن معذبم اینجاست. آقا یکی از سوالای حتمی اینه چی کار میکردیم اینو بهتون یاد دادم؟ گفتیم یه سری اعداد خوشگل وجود داره. اعداد خوشگل کیا بودن بچه ها بگین؟ 1, 4, 9, 16, 25, 36 همینجور الاخر. حالا گفتم عدد تو طوری بگو که توش لاغل یه خوشگل داشته باشه. بچه ها 72 میشه 2 تا 36 تا دیگه، 36 توش خوشگله، 32 میشه 2 تا 16 تا، 16 توش خوشگله، رادیکال 18 میشه 2 تا 9 تا، 9 توش خوشگله. حالا خوشگلا میان بیرون، نگاه کن، رادیکال 36 میپره بیرون میشه 6 رادیکال 2، 16 میپره بیرون میشه 4 رادیکال 2، رادیکال 9 میپره بیرون میشه 3 رادیکال 2. حالا 6 تا رادیکال 2 منهای 4 تا رادیکال 2 میشه 2 تا رادیکال 2، 2 تا رادیکال 2 با 3 تا رادیکال 2 کلن میشه 5 تا رادیکال 2. آقا جمع و تفریق رادیکال ها سوال خیلی مهمیه که میاد. آشیا اگر فرج 3 بدن که تو امتحان خرداد به احتمال زیاد فرج 2ه، ولی اگر فرج 3 بدن فقط خوشگلا عوض میشن. این خوشگلای فرج 2 خوشگلا واسه فرج 3 اینان که بعد میان بیرون، 1 دوباره، 8، 27، 64، 125 توان 3 ها میشن خوشگل. 1 به توان 3، 2 به توان 3، 3 به توان 3، 4 به توان 3. اینجا بود 2 به توان 2، 3 به توان 2، 4 به توان 2. خوشگلا عوض میشن فقط، فرقی نداره. آقا اینم سوال 11مین سوال امتحان که گفتمش، حتما سوال داریم ازش. بریم سراغ سوال 12، سوال حتمی امتحانه، قدر مطلق. 12 میریم تو مبحث قدر مطلق. بچه ها قدر مطلق چی بود؟ زندانی است که اگر ثابت شود اهالی بچه مثبتند، زندانی ها آزاد می شوند. یادت سر کلاس دیگه. و اگر ثابت شود اهالی بچه بدی هستند، برای تنبیه 1 منفی در گوش آنها ضرب میکنیم. بریم مثاله قدر مطلق. حاصل عبارات زیر را به دست آورید. با من بنویس. 2 منهای رادیکال 5 به اضافه رادیکال 5 منهای 2، 3 منهای رادیکال 2 منهای رادیکال 2 منهای 3 رادیکال 1 منهای رادیکال 10 به توان 2. 3 تا مثال نوشتم. آقا قدر مطلق اصلا نمیشه نیاد، همیشه میاد. مبینا منظور تو سوال نمیفهمم، تو واتساپ ازم بپرس، متوجه نمیشم چی میگی. خب بچه ها نگاه کنین، بازیه دیگه، بریم زندان بازی کنیم با هم. نگاه کن آقا، بعد بگیم این زندانه توش بچه مثبتن یا منفی. فقط نگاه کن، رادیکال 5 2 2 دهمه، 2 منهای 2 2 دهم میشه منفی 2 دهم، پس تو بچه بدی هستی. و
فقط تشخیص بده بچه خوبیه یا بچه بدیه. دو دو دهم منهای دو میشه دو دهم مثبته، این بچه خوبیه. بریم اولی رو حل کن. چون بچه بدیه هر کی اون توی کتک میخوره، دو رو کتکش بزن میشه منفی دو، منفی رادیکال پنج رو کتکش بزن میشه مثبت رادیکال پنج. علامت وسط رو بذار. بچه ها اینا بچه های خوبی هم، پس اذیتشون نکنی، خودشون میان بیرون. دو منفی دو با منفی دو میشه منفی چار، رادیکال پنج با رادیکال پنج میشه دو تا رادیکال پنج. این جواب اولی. بچه ها دومی رو کمک کنید. رادیکال دو یک و چار دهم میشه، یک و چار دهم منهای سه یه چیز منفی میشه، پس اینا رو کتکشون نزن، خودشون میان بیرون. بچه ها اینا رو کتک بزن، تازه بعد دو بار کتک بزنی. اول رادیکال رو بزن تو گوشش میشه منفی رادیکال دو، چون یه منفی هم اینجاست میشه مثبت رادیکال دو. الان این منفی سه رو کتکش بزن میشه مثبت سه، یه منفی هم باش توش ضرب بشه میشه منفی سه. سه با منفی سه رفت، اینم با این رفت، جواب صفر. آقا پایینی هم مگه قدر مطلقه؟ بله، وقتی دو رو با دو میزنی رادیکال فرج زوج میگه من حاصلم باید بره تو قدر مطلق. حالا بررسی کن، رادیکال ده میشه سه و خورده ای، یک منهای سه و خورده ای منفیه، پس کتکش بزن. یک و کتک بزنم میشه منفی یک، منفی رادیکال ده و کتک بزنم میشه مثبت رادیکال ده. تمام. بله مبینا، همین که بهت گفتم باید تقسیم بشه دیگه، باید ضرب دو تا عدد بشه. آقا اینم از سوال 12. خب بریم سراغ سوال 13. یکی از سوالای حتمی امتحان دوباره. اعداد زیر را به صورت نماد علمی بنویسید. اعداد زیر را، سوال 13ام. بچه 13 تا قطعی گفتم ها. به صورت نماد علمی بنویسید. بچه ها اینجا رو آقا نما، اول عدده رو با من بنویس، اول عدده رو بنویس. 57 42 0 0 0 0 0 5 7 2 3 45 853. سه جور کلن نماد علمی میتونه بده، سه جورش رو الان حل میکنم. خوب گوش بدین. آقا اول از همه نماد علمی رو یه مرور کنیم.
نماد علمی میگه من دوست دارم سمت چپ ممیز یه رقم ببینم. بچه ها یعنی دوست داره ممیزش بیاد اینجا. عدد با ممیز جدید بنویس. 5 ممیز 742 721. گفتم همیشه یه ضرب در ده بذار، همیشه یه ضرب در ده بذار، بشمر چند تا رقم بین دوتا ممیز داری. بچه ها یه رقم، دو رقم، سه رقم، توانو میذاری سه. حالا اینجاش مهمه، فقط بچه ها اینو گیر دارن. میگی از قدیم به جدید، ممیز قدیم به ممیز جدید اومدی چپ یا رفتی راست؟ بچه ها ممیزه اومده چپتر دیگه، چپ مثبت. یادت سر کلاس میگفتیم چپ مثبت راست منفی، چپ مثبت راست منفی. هرچی خوابی ها، سوالای اولی که گفتم همش از فصل 7 بود دیگه، تقسیما، کسرا، جمع و منها، ضربا. بچه ها اینجا دوست داریم کجا بیاد؟ دوست داریم ممیز این لا بیاد. میشه 5 ممیز 723 ضرب در 10 و بذار بشمر. 1 2 3 4 5. بچه ها این دفعه از قدیم به جدید اومدیم راست، پس منفی. چقدر گلابیه؟ آقا وقتی یه عددی ممیز نداره چی؟ وقتی یه عددی ممیز نداره داره، ما کوریم. اینجاست ممیزش. ما دوست داریم بیاد اینجا. با ممیز جدید بگو. میشه 4 ممیز 58 53 ضرب در 10 به توان 1 2 3 4. از قدیم به جدید رفته چپ، چپ هم مثبت. تمام. حتمی سواله، نماد علمی حتمی سواله. زود بنویسش، عکسو بگیر. خب بچه ها 13 تا سوال قطعی امتحان رو حل کردم براتون. 13 تا قطعی که حتما از این مباحث سوال داری. الان یه مرور میکنم داستان چی شد. بچه هایی که شاگردم بودن در طول سال، یعنی از تیر ماه با من بودن، گوش بدین دیگه، امروز روز آخره ها دیگه، همون نبینیم. حتما اول از همه جزوهی که بهشون گفتم، چون میخوام بری 20 بشی یا واسه 20 شاگرد من باید بره سر جلسه. حتما اول جزوهی که گفتم. 2 کتاب تمرین مهمش هم امروز گفتم، علامت زدی. 3 اسفندیار. حتما این سه تا اوکی بشه تو همین چند روزی که مونده، امروز چهارشنبه است، پنجشنبه جمعه رو فول بذار. یک سال زحمت کشیدی، پنجشنبه جمعه حتی تایم نذار بری آبم بخوری بیای، اینجوری ریاضی بخون تو این دو روز، بری 20 شی خستگی در بره. پس این از این. دوستانی که تر کلاسام نبودن و الان تازه اومدن، سوالای تمرین های کتابی که امروز مشخص کردم، 1 2 تیترایی که امروز گفتم، این 13 تا سوال الان انگار بهت دادم. مرور 13 سوال، 3 اسفندیار. حتما این اسفندیار رو حل کنید. بچه های عزیز اگر 3-4 دور از خوردادای پارسا رو حل نکنی، میری سر جلسه شوکه میشی. ببین چقدر دارم میگم ها. حتما توی این دو روز 4 دوره، 3 دوره، 5 دوره، بستگی دیگه به خودت داره، نمونه سوالهای خوردادی رو حل کن از سالهای گذشته، وگرنه میری سر جلسه شوکه، همینجور کپ میکنی میمونی. این از این داستان. بچه های خوب، راجع به سال دهم هم یه توضیح بدم، چون دیگه من شما رو نمیبینم تا دهم ایشالله تابستون. خوب به حرفم گوش بده. کلاس ها از اواسط تابستون استارت میخوره. امروز دیگه ما با هم خدافظی میکنیم. یک سال کنارتون بودم، شما کنار ما بودین، درس دادیم، همه چی رو کار کردیم.
گلبرگ حل کنیم؟ نه، الان وقت گلبرگ نیست آرمیتا. الان چون گلبرگ از سطح کتاب یکی دو لول بالاتره. خب تو خرداد فقط لول کتاب میار میشه اسفندیار. گلبرگی که بهتون گفته بودم بگیرین واسه در طول سال بود که تمریناشو حل بکنید، در طول سال تحصیلی، واسه امتحان ترم اول، واسه امتحانای ماهانتون ها، این واسه اون بودش. این از این چی داشتم میگفتم؟ آها، سال دهم. بچه ها سال دهم استارت ریاضیاته، یعنی ریاضی تازه شروع میشه، میگم بسم الله الرحمن الرحیم تابه لو، اصلا یه وضعی داریم ها، دنباله شروع میشه، تساوت شروع میشه، احتمال، مثلثات. اصلا با کتاب سال نهمی که با هم خوندیم نباید مقایسش کنی، یعنی کل کتاب سال نهم بچه ها قد دو فصل ریاضی سال بعدتونه، کلش خیلی سنگین میشه. و من خیلی بچه ها رو دیدم به حرف گوش ندادن، گفتن آقا مثلا شب امتحانی جاماسپی اومدیم ریاضی نهم این همه سوالش هم گفت دیگه، میریم شب امتحانی جاماسپی ریاضی دهم همون اتفاق میفته. خیر، دیگه از دهم به بعد این خبرها نیست، نمیشه تو یه روز دو روز یه هفته جمعش کرد. بچه هایی که از تیر استارت میزنن که بردن، یعنی بعد میرن تو مدرسه، معلم که دیگه میخواد درس بده شروع میکنه تخمه شکستن طرف، یعنی انقدر مسلط خواهد شد. ولی دهم یه پایه‌ایه که اگر بد بهت تدریس کنن تا دوازدهم از ریاضی بیزار خواهی شد. این نفر شاگرد داشتم من که رفته مدرسه، اصلا گوش نداده به حرفم، رفته مدرسه، رفته ترم اول 10 شده، 9 شده، با اینکه ریاضی نهمش 20 بوده ها، نه اینکه گاگول بوده ها، ریاضی نهمش 20 بوده، بعد رفته سال دهم شده 9، یعنی یه افت تحصیلی شدید داشته. بعد تازه اومده گفته آقا جاماسپی تو رو قرآن بگو چی کار کنی، نوشدارو بعد مرگ سهراب. پس از الان دارم بهت میگم، تویی که واسه کنکورت از الان برنامه داری، تویی که میخوای ریاضی و درصد بالا بزنی، الان وقتشه ها. پس فردا نیه به من بگی آقا من عقب موندم، من تست نزدم، من فلان کردم، من بیسار کردم. از الان دارم بهت میگم، شاگردایی که یه سری شاگردا به من پیغام دادن حتی تو اینستا واتساپ اینا، گفتن آقا ما تا 12 با شما میایم بالا، یعنی دیگه اصلا میایم، اصلا دیگه میایم. اون که تکلیفاشون مشخصه، یه سری ها هستن گذرین، دیدی مغازه دارا یه سری مشتری گذری هم دارن، یه سری هستن گذرین. گذری ها به جایی نمیرسن، چرا؟ چون امسال میاد پیش جاماسپی، سال دهم میره پیش ایکس، 11 میره پیش ایگرگ، 12 میره پیش زد، هیچی آخرش از توش در نمیاد. هی معلم عوض عوض عوض. دوستانی که ولی به من اطمینان کردن و گفتن آقا ما با سبک تو میایم جلو، از تابستون، از تیر ماه دهم که استارت خورد باید سر کلاس باشی، اصلا یه لول درسی عوض میشه دیگه، بچه بازی نیست. نهم پیش دهم کاملا بچه بازیه، اصلا دهم تازه استارت میخوره. آرمیتا چی گفتی؟ استاد هنرستان درس میدید؟ خیر متاسفانه، ولی به این پیغام بده راهنماییت میکنم بعد چی کار کنی. آقا اینم از این قضیه، درست شد؟ پس سوالی هست بچه ها؟ بنی هاشم هم این اسفندیار شیدا فرق نداره. زکیه کلاس از یک مهر هم دارین؟ ببینین کلاس یک مهریا، شما وقتی یک مهر اضافه میشین، بچه ها از تابستون شروع کردن، بعد بری آفلاینش رو ببینی. گرفتی چی شد؟ از مهر دوباره کلاس جدید من نمیذارم، همون تابستونیان. کسی بخواد از مهر میتونه اضافه شه بره تابستون رو آفلاین ببینه. در نتیجه از تابستون بیاین. خانم زکیه گوش بده به حرفم. مرسی آرمیتا. مرسی. باشه هرشیا میبینم حتما حتما انشالله. بچه ها دمتون گرم، باز تو اینستا و واتساپ با هم در ارتباطیم، سوالی چیزی بود واسه شنبه ازم بپرسین، در خدمتتون هستم. شیدا چی میگی؟ استاد واقعا ممنون، خیلی خوب درس دادی، من واقعا تا بیام کلاس ریاضی صفر بودم. نه دیگه این تلقین رو نکن، انشالله از الان بعد نفر اول کلاس باشی شیدا.
از سال دهم به بعد نهم به بعد دیگه اینستاتون هم لطف کنین. اینستا من بنویس سوال داشتی میتونی دایرکت بدی. aryan.jamasbi.aj اینم آرمیتا برای شما. بله بله آرمیتا دوباره بفرست، خیلی سرم شلوغه، دوباره بفرست. آقا دمتون گرم، مرسی نگاهمون کردید. مطالبی که گفتم یادتون نره. ایشالله تابستون تیر ماه با سال دهم بچه های خفن رو میبینیم. چاکریم یا علی، خداحافظ. بهزت آشنای سنه است.